سازمان ملل اعلام کرد که پس از آزادی شهر رقه آماده ورود به این شهر شده است تا به حدود 300 هزار تن از شهروندان که در اردوگاه‌های مجاور شهر رقه در وضعیت نامساعدی به سر می‌برند کمک کند. به گفته امدادگران بازگشت همه آوارگان ممکن است چند سال به طول بیانجامد. آنان به کمک‌های فوری و گسترده نیاز دارند. به گزارش رویتر شهر رقه اکنون در کنترل نیروهای دموکراتیک سوریه است که از کمک‌های آمریکا برخوردارند. هنوز پاکسازی شهر و عملیات پیدا کردن مین‌ها ادامه دارد. رقه به مدت 3 سال در کنترل داعش قرار داشت. آمریکا کار هیئت تحقیق کاربرد سلاح‌های شیمیایی در سوریه شده است. مهلت تعیین شده برای کار این هیئت در ماه آینده به پایان می‌رسد. این هیئت قرار است هفته آینده گزارشی از نتیجه پژوهش‌های خود در مورد حمله شیمیایی در خانشیخون را ارائه کند. به گفته مقام‌های سازمان ملل، بازرسان در حال تحقیق در مورد 60 مورد استفاده از جنگ‌افزار شیمیایی در فاصله دسامبر 2015 تا مارس 2016 هستند.